مشکلاتی که آرایشگرا توی رنگ کردن مو و یا کسایی که توی خونه موهاشون رو رنگ میکنن و مشکل دارن رو بهتون درس بدم با زبان ساده و با رنگهای ساده. نمیخوام اینقدر سختش کنم که شما واقعا نتونین این کارو انجام بدین. مویی که میبینین حدودا 70 تا 80 درصد سفیدی داره. جنس مو فوق العاده ضخیمه و یکی از مشکلاتتونه که میگی سفیدا نمیگیره. ببینید بچه‌ها، یک مویی داریم که فوق العاده پرپشته و بلنده. مقدار رنگی که برای این مو نیاز داریم یه تویوپ کامل هست، یه تویوپ کامله و یه مقدار حالا یک چهارم یه رنگ دیگه. ببینید برای رنگ براتون حالا توضیح میدم، غلظت رنگ فوق العاده مهمه. من رنگ اصلی که میریزم برای ایشون N5 هست، مارک پیگار. میتونین هر مارکی رو که دوست دارین استفاده کنین. حجم اصلی رنگم N5. از انتها فشار میدم که کامل تویوپ خالی بشه. ببینین از N5 هم اینقدر نگه داشتم، یعنی یک چهارم تویوب هم رو نگه داشتم، کامل خالی کردم، یک چهارمش رو نگه داشتم. رنگ بعدی که میخوام بریزم C7 میریزم. چقدر میریزم؟ همون قدری که از N5 هم نگه داشتم، یعنی یک چهارم تویوب C7. تا اینجا ببینین من کاملا اون N5 رو با مقداری که 37 ریختم شد یه تویوب. کلن برای این مو من یه تویوب استفاده کردم. خب رنگ بعدی که میریزم بچه ها واریاسیون بنفش هست. چرا واریاسیون بنفش میریزم؟ به موی مشتری منو سبز بد رنگ کنه. پس یه مقدارم واریاسیون بنفش میریزم، حدودا 10 سانت. و رنگ بعدی که میریزم واریاسیون سبز یعنی E17 هستش. بچه ها چرا E17 میریزم؟ چون مشتری من به شدت از رنگ قرمزی داره بدش میاد. ببینید کم هم نمیریزم، حدودا 10-15 سان واریاسیون سبز میریزم. این دیگه اجازه نمیده به هیچ عنوان موی مشتری من قرمز بشه. اکسیدانی که میریزم بچه ها، هم اکسیدان 1 میریزم یعنی 6% و هم اکسیدان 9% میریزم که یه بالانس ایجاد کنم. اول یه مقدار میریزم، رنگو هم یک دست میکنم. بچه من کاملا رنگو با اون مقدار اکسیدان شماره 1 که ریختم حل کردم. الان رنگ فوق العاده غلیظه. این رنگو اگه من روی سر مشتری بذارم موهاش اصلا تیره یه تیره میشه. ما نمیخوایم رنگ تیره داشته باشه. همین اکسیدان 9% بهش اضافه میکنم. چی کنم که غلظت مواد من بشه مثل ماست 7. ماست 7 رو دیگه همتون دیدین، مثل خامه سفت. این غلظت الان برای موی این خانم عالیه. هم سفیداشو میپوشونه، هم که یه رنگ خیلی خیلی خوشگل بهم میده. بریم برای رنگ‌آمیزی. بچه ها برای پوشش سفیدی ها غیر از رنگتون که باید غلظتشو و حجم اکسیدانشو و شماره رنگ رو دقت کنین، تو قسمت رنگ‌آمیزی هم باید حتما دقت کنین. از قسمت جلوی مو شروع کنین به رنگ‌آمیزی. بچه نگاه کنین 100% سفید داره و شما الان میبینین که با این رنگ ما کاملا پوشش میدیم. ببینین باید پوشش رنگ به این شکل باشه، نباید شل باشه، نباید طوری باشه که موها رو پوشش نده. از قسمت جلو شروع میکنین به رنگ آمیزی، کاملا رنگ رو به تمام تارای مو میزنین. و یه نکته خیلی مهم که باید رعایت کنید اینه که لایه ها رو فوق العاده نازک بگیرید. سوال میپرسید میگید خانم دلیل، ما همون ترکیبی که شما گفتین انجام دادیم ولی بازم سفیدا نگرفته. بچه ها یکی از علتاش اینه که لایه هاتون رو ضخیم برمیدارین. لایه ها رو فوق العاده نازک بردارین و ریشه و ساقه رو همزمان با هم پوشش بدین. مینا بیار از جلو نشون بدم. و یه نکته خیلی خیلی مهمه دیگه این که وقتی که اینجوری تو دستتون میذارین و رنگو میزنین، مو رو باز کنین که تار به تار مو رنگ رو بگیره. وقتی مو جمع شه اینجوری رنگ کنین، وقتی میشورین باز میکنین، لایه هایی که تارایی که این وسط هست بدون رنگ مونده و سفیدا پوشش داده نشده. غلظت رنگتون باید به این شکل باشه که کامل مو پوشش داده بشه. اگر میبینید رنگو میزنید به موی مشتریتون و این غلظت و پوشش رو نداره، یعنی غلظت رنگتون اشتباهه.
خب بچه ها ببینید رنگ‌آمیزی به طور کامل تموم شد. ببینید با چه غلظتی رنگ روی مو زدم. اگر غلظت رنگتون به این شکل نباشه یعنی کارتون اشتباهه. وقتی که رنگ را زدین و رنگ‌آمیزیتون تموم شد یه کلاه پلاستیکی روی مو بذارید. حالا مدت مکس و حرارت روی این رنگ خیلی تاثیر داره. هرچی مدت مکسمون بالاتر و حرارت بیشتر باشه رنگ روشن‌تر و قشنگ‌تر میشه. بعد از شستشو حالا براشینگش هم میکنم و بعد از براشینگم بهتون نشون میدم. خب بچه ها همونجور که میبینین پوشش سفیدی عالی، رنگ روشن، براق و کاملا یک دست. ببینین با همین دوتا رنگی که بهتون آموزش دادم حتی این قسمت ها که 100% سفیدی هم داشته پوشش پیدا کرده و میبینین که چقدر رنگ خوشگل و روشن شده. این هم برای کسایی که نگران بودن و نمیتونستن با رنگ بدون دکلر موی سفید